خوش آمدید به آنکات، بدون سانسور، بدون رتوش. و اما گفتگوی این قسمت برنامه من، هر تهیه کننده، هر کارگردان، هر کسی که از عوامل سینما یا تلویزیون یا موسیقی هست به دنبال چهره جدیده، چهره که بتونه بیاد و البته ماندگار باشه. این بخشی از کار ماست، بخشی از این که بتونیم چهره رو داشته باشیم که ارزش زحمت کشیدن، ماندن رو داشته باشه و بتونه در جامعه سینمایی یا تلویزیونی یا موسیقیایی یک قدی برای خودش علم کنه. خب موقعیت رو بهتر میکنه، میتونه کار رو ساده تر بکنه و میتونه این کار رو ادامه دارش بکنه. امروز یک گفتگو دارم با یه چهره‌ای که جز یا یکی از چهره‌هایی بود که خیلی‌ها این باور رو داشتند که او میتونه برای فردای سینمای ایران یا تلویزیون ایران یک سوپر استار باشه و جایگزین اسم‌های بزرگ. ولی زندگی هنریش بسیار کوتاه در داخل کشور گذشت و دلیلش رو شاید بهتر باشه از خودش بپرسیم که چرا، چگونه بود با یک دنیا شایعه. امروز مهمان برنامه من ریحانه پارساست. خوبه ریانه، یه بخش اول من دارم، یه بخش روتینه، یه بخش بسیار عادی و توی همه مصاحبه ها پخش میشه و سوال میشه. اسم واقعی، فامیل، بچه کجا، متولد کجا، خواهر، برادر، مادر، پدر و پیشینه. من اسمم ریحانه است، فامیلیم در واقع فامیلی کاملم جوادی پارساست که من پارساش رو گرفتم و کارم با ریحانه پارسا در واقع شروع کردم. متولد 1377 اسفند 1377 و تهران به دنیا آمدم. مادر پدرم جفتشون تهران به دنیا آمدن. دوتا خواهر دارم و یه برادر کوچیک، ولی بچه اولم، یعنی این هم بعد از من به دنیا آمدن. غرب زندگی میکنیم، غرب تهران زندگی میکردیم تا دیگه خلاصه بار همه رو میگم. خودم یه مدتی یک باتان بودم قبل از اینم که مهاجرت کنم، یک چند ماه یوسف آباد زندگی میکردم و بعدم از تهران تنهایی؟ خارج شدم. آره. تنهایی یوسف آباد زندگی میکردی؟ اوکی. از 20 سالگی کمتر، اواخر 19 دیگه جدا شدم و تنها زندگی میکردم. مادر پدر با هم خیر جدا شدن. جدا شدن سالها پیش. سالها پیش با کی زندگی میکردی؟ با پدرم. با پدر زندگی میکردی. خب اینجا سوال پیش بیاد، خب برادر و خواهر چی؟
یکی از خواهرام تنی هستش، از مادر پدر جفتمون با هم یکی هستیم. اون یه دختر دیگه بچه بابامه، یه دونم پسر خیلی کوچیک، 4 سالشه، پسر مامانمه. آها، پس مادر جدا ازدواج کرد، پدر جفتشون بعد تو با پدر و همسر پدر زندگی می‌کردی؟ بله. بسیار عالی. کم پیش میاد که پدر مادرها اوکی باشن دخترشون مثلا بره بازیگر بشه؟ من خودم نمیدونستم تو در چه سنی کار رو شروع کردی که مطمئنن این سوال بعدی من هست، ولی اولی که به راحتی پدر اوکی بود؟ نه نبود. اصلا نداشتیم اطرافمون کسی که توی سینما حتی فعالیت بکنه یا اصلا کلن کار هنری بخواد بکنه، و خیلی مقاومت کرد. فقط یه نقطه‌ای به این رسیدش احساس میکنم که دیگه مقاومتش را بدتر کنه موضوع. یعنی نه تنها من، خب اوکی نظر بازیگر شم، چه شکلی ممکنه شه، از اون چه شکلی شدنش احساس میکنم ترسید و ترجیح داد که بذاره برم. در چه سنی؟ 15 سالم بود، رفتم کلاس بازیگری. چند ماه بعدش هم که 2 ماه حسابداری خوندم، که اصلا دیگه میگم همونجا شد که خیلی قصه سنگین شد، رفتم تاج خوندم، سوره نمایش خوندم، مدرسه. مدرسه؟ این آموزشگاه یا مدرسه؟ آموزشگاه جدا میرفتم، مدرسه هم میرفتم. مدرسه جدا میرفتی؟ خب یعنی 15 سالگی پدر نتونست شده تو رو بگیره؟ نه، نشد. اینقدر یاقی بودی؟ اون موقع به یه نوعی ها الان شاید داره تم یاقی کردیم متفاوت شده داری یا کم شده؟ متفاوت شده، ذره مسئولیت زندگی از موقعی که رو گردن خودم افتاد جدی تر شده. قدر عافیت فهمیدی؟ نه، به هر حال همیشه کار نمیده دیگه، اوکی یاقی یاقی تا کجا یاقی دیگه. خودم به این نتیجه رسیدم که بهتره که مهار بکنم اون خاصیت هم، ولی نمیتونه، از من نمیره این حالتم. یعنی من همیشه اون حالت جنگنده و کنشگر رو داشتم و دارم، غیر از این نیست واقعا. و پدرت چی کار کردی که 15 سالگی گفت برو 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 هر کاری بخوای بکنی بکن؟ حسابداری میخوندم و اصلا دوستش نداشتم. میگم من فرستاد کلاس بازیگری، گفت حالا 4 ماه کلاس میره بی خیال میشه و تموم میشه. ولی انقدر برام جذاب بود کلاس ها که اصلا همینجوری درس نمیخوندم دیگه، کلن مدرسه رو ندیدم، اصلا وجودی نداشت برای من درس ها. نشد که یه امتحانی بود ماه دوم، معلم اصلی درس تخصصیشون داد، اون اصلا نزدیک بکنم 1-2 اینا شدم. یک دو؟ آره، یعنی اصلا هیچ یاد نگرفته بودم طبیعتا، یه ذره ترسیدش از اینکه خب اوکی اصلا درس نمیخونه دیگه حتما. اومدم خونه گفتم نمیخونم، مگه چه اشکالی داره، من تا سوم راهنمایی خوندم دیگه، بس اصلا نمیخوام مدرسه نمیرم. گفت کلاس هم نمیذارم بری. گفتم خب اوکی اونم نمیرم ولی مدرسه هم نمیرم. صبحش بیدارم که گفت باشه برو. گفتم شوخی نداره، من یا منو میفرستی سوره یا اوکی چه اشکالی داره، همینقدر بس دیگه درس هم خوندم. پدرت چه کاری بود؟ بازار مبل. آره، کارش آزاد بود. کار آزاد. بعد مادر چی؟ مادر هیچ وقت با در ارتباط بود؟ هفته یه بار یه دورانی میدیدمش. میگم یه دورانی، چون مثلا یه جایی بعد که بزرگتر شدم دیگه خب تایمم دست خودم، هفته یه بار دیگه نبود. بعد آره در ارتباط بودیم، حالا تلفنی که آره، ولی خب پیشش نبودن دیگه. از 9 سالگیم دیگه زندگی نکردیم با هم. نزدیکی داشتین با هم؟ نه. نداشتی؟ چرا؟ پیش نیومده بود دیگه. از طرف اونجا، از طرف تو؟ نمیدونم. نمیدونی؟ اوکی. الان که یا یعنی اصلا بعد مهاجرت هم خیلی اتفاق عوض شد، ولی نه. خیلی سخته برای بعضیا که تو خانواده جدا میشن از هم دیگه، یا پدر مادر از هم جدا میشن، برای بچه سخته. میتونه نقشی داشته باشه تو این کاراکتر که من همینی که میخوام همینی که هست؟ من این شکلی نبودم. یعنی مثلا حتی تصویری هم که مثلا من با چند تا معلمای مدرسه، معلمای نمایش
دوست شدم بعدها هنوزم که هنوز بحث میشه، تصویرشون از من تصویر یک دختر کلمه، یعنی نقل قول میکنم ازشون، میگن که خب یه دختر معصومی بوده گوشه کلاس میشه. شرارت نداشتم که بگم سر صدا یا هیاهو داشتم، ولی خب خیلی متمرکز بودم روی اون تصویر نهایی که خودم دلم میخواد بهش دسترسی پیدا کنم دیگه. اون یه جاهایی از کوره درم نمیورد، ولی یک دندگی میداد بهم. شایدم تو سکوت، نه بگم حتی به جنگ و دعوا و اینا هم نبودم. چه سالی رفتی برای سوره و آموزشگاه؟ 16 بودم، دوم هند، یعنی سال دوم که انتخاب رشته میکنن رفتم نمایش. 16 سال. برگردیم 7-8 سال عقب، دوباره میری همین کار ادامه بدی؟ بهترین تصمیم من، یعنی اولین تصمیم خوب من نمایش خوندم و دومیش مهاجرت بود تو طول دوران زندگی. حالا صحبت زیاده سر آموزشگاه، سر آموزشگاه رفتن، با کی کار کردی تو آموزشگاه؟ داریوش ارجمند، چون آموزشگاهی دیگه یا بالای 18 سال بود یا بالای 21 سال باید ثبت میکردم، منم نمیتونستم ثبت بکنم، بابا من خودش بود که سب کنم، یه جا رو پیدا کردم که قبولم بکنن تو اون سن، رفتم سر کلاس. پیشنهاد میکنی به بقیه که برن آموزشگاه؟ به هر حال پیشنهاد میکنم که در محیط باشن، چون غیر از این نمیشه. یعنی من همون موقع هم با اینکه هیچ دیدی نداشتم، هیچ تصوری نداشتم، میدونستم باید تو محیط باشم، آشنا باشم، اتمسفر رو لمس بکنم تا بتونم دنبال اون تصویرهایی که از خودم میخوام بگردم دسترسی که پیدا کنم بهشون. یک جریانی در ایران راه افتاد که خب قبلش در آمریکا در کشورهای مختلف بود و بعد ادامهش به ایران هم رسید، قصه تحت عنوان میتو. خیلی احساسشون این است که ریحان پارسا جزو قربانیان میتوه. یه سری گفتن که اصلا اگه بخوای بری این کارا رو بکنی تو ایران، شاید یکی از بخش یک بازیگر زن اینه که یه مقداری فقط هنرش نیست. این حقیقت داره اول از همه؟ دومی که آیا آموزشگاه جای سالم و خوبی هست برای دخترهای 15-16-17 ساله در ایران که برن داخلش یا نه؟ من قبل از اینکه شروع بکنم برم سراغ بازیگری، معلمای مدرسه هم همچنین رابطه‌ام با معلمان خوب بود، من که درس خونده بودم خیلی نگران این قصه بودم، میگفتن نکن نرو، یعنی احتمالا بر اساس شنیده هاشون یا هر چیزی این آلارم رو من میدادن که خب نکن، ولی گوش نمیکردم دیگه، هیچی نمیتونست جلومو بگیره بگم خب اوکی فضا بده، من یه کاری میکنم، من مدل خودم تلاش میکنم که خوب کار بکنم، مراقبت بکنم به نوعی از خودم. و آموزشگاه که خب یه بستریه که تجربه من ازش تجربه بدی نبوده، شروع میگم برای من یک شروعی بود، ولی زمانی که بحث انتخاب من برای فیلمی شد، این قصه رو به چشم دیدم و خب انقدر سنم کم بود و انقدر دوست داشتم که زود بازیگر شم، دوست داشتم زود نقش اول بازی کنم، زود چهره بشم، زود معروف بشم، زود دیده بشم، باعث شدش که یک زخمی رو که در واقع توی همون 16 سالگی خوردم رو اصلا سالها بعد درکش بکنم که به چه ابعادی از من آسیب زده. و بعد از اون بستری فراهم شد به واسطه مهاجرت هم، چون میدونی که تو ایران اصلا نشده مطلقه که تو بخوای همچین چیزی رو روایت بکنی که به زبونش بیارم و علنی روایتی که از میتو، از اون آزار و اذیت من داشتم توسط اسمگم؟ آره، توسط سیاوش اسدی. این تا چه اندازه بود؟ چه جور آزاری بود؟ تجاوز تو؟ یه موقعیت خوبی که من اصلا مفصل بازش بکنم. من یه بار اینو 3-4 ساعت توی پلتفرم کلاب هاوس توضیح دادم، ولی خب اینجا بهترین حالتشه و احتمالا هم یک بار باید همچین فرصتی پیش بیاد. من تصورم به اینه که میگم چون روایت کردم، چون
هزار و یک نوع خودم در معرض درمان و شفا و گذر از اون دوران و زخم تونستم، احساس میکنم که یک پوزیشن نجاتی یافته‌ای دارم نسبت به این قصه، ولی چون نمیشه منکرش شد، سر احساساتی ممکنه بالا بیاد، اینو اول از همه چیز بگم، ولی کنار اومدم در واقع، یعنی گفتم که خب درس سنگینی شد. حالا میگم در ادامه چه اتفاقی برای من داشت اون درس. دو سه ماه من زودترش رو بگم، من سر نمایش که میخوندم، خب به هر حال مشخص بود که اون بستر این فرصت رو ممکنه که فراهم بکنه که من کار بکنم. بابای من خیلی اصرار داشت که من قبل 18 سالگی کار نکنم، گفت حالا فعلا درس تو بخون بعدش کار میکنی. ولی یک روز نورا هاشمی و دستیار سیاوش اسعدی اومده بودن سوره که بازیگر 16-17 ساله برای فیلمشون انتخاب بکنن، منو دیدن، حالا به چششون اومده بود و شمارمو گرفتن که بیا دفتر. رفتم دفتر، اتفاق تأکید هم داشتن که با پدرت بیا، حتی نبودن با مادرت، این تأکید داشتن که با پدر بیا. البته بگم پدر من جز این هم نبود، یعنی اونا نمیگفتن، بابای من با من دفتر رو میومد. یک شبی بود، جمعه شبی بود، من رفتم دفتر و صحبت کردم با خود اون آقا، صحبت کردم، نقش رو توضیح دادم، نقش اول یک فیلم بود، فضای فیلم فضای به شدت کلاسیکی بود، نقشه یک دختری سال 48 بود، یعنی دختر 16-17 ساله سال 48 که مثلا همون موقع به من گفتن، همون موقع مثلا ابروهامو برمیداشتن، اینو گفتن نه مثلا به ابروهات دست نزن، ما میخواییم صورتت یک حالت کلاسیک قدیمی به خودش بگیره تا این نقشه برگزار بشه در واقع. و خب دیگه قابل حدسه که من چقدر اون شب گفتم، همه اون تصورات من خیلی زود شد و بادی همه قبقب هم افتاد که خب من فردا میرم مدرسه به عنوان یه دختر 16 ساله میرم که همکلاسی هم احتمالا متوجه میشن، اصلا خودم میگم بهشون که چه اتفاقی افتاده، نگفتن 100% انتخاب شده، گفتن چند نفر دیگه هم هست. اصلا احساساتی برای من شروع شد به روشن شدن که من هیچ وقت فکر نمیکردم این شکلی باشه، یعنی تصورم اینه که من اصلا ذاتاً آدم حسودی نیستم و خودم رو تو رقابت اصلا با هیچ کس نمیذارم، یک جهان یک نفره ای دارم، انگار فذاته همچین حالتی هست، شاید دوست دارم باشه. گفتن که 5-6 نفر دیگه هم واسه این نقش کاندید هستن، ما ببینیم کدوم از شماها، ولی تو به نظر نزدیکی، شاید نزدیکتری به نسبت گزینه های دیگه، هر روز بیا تمرین، بیا تمرین ببینیم تو این پروسه تمرین میشود اون نزدیکت بکنیم. حالا به هر حال کار نکرده بودم، نونه این بودم همون چیزی که شما میگین، و تاکیدم به این داشتن که ما میخواییم چهره جدیدی باشه که خودمون معرفیش بکنیم، یعنی تو چهره هستی که ما خودمون میخواییم اسمت رو بیاریم و با این فیلم بیاد، و مقابل هم یک پسر نوجوانی بودش که قرار بود بازی بکنه. یک هفته که گذشت، یعنی یه هفته هم 4-5 روز که گذشت، گفتم به پدرت بگو بیاد قرارداد ببندیم، ما متوجه شدیم تو این پروسه از این رکوردایی که از این تمرین هامون کردیم متوجه شدیم که گزینه خوبی هستی، اوکی واسه این نقش و بیا قرارداد ببند. من با پدرم رفتم اون قرارداد رو بستم و باز یه مرحله کار جدی‌تر شد، برای منم جدی‌تر شد، یعنی دیگه مثلا از هفته دوم سوم به بعدش این شکلی بودش که من مدرسه‌م هم تقریبا از ساعتاش می‌گذشتم و می‌رفتم سر تمرین، هی ساعت‌های تمرین بیشتر و بیشتر می‌شد. دو سه ماه گذشت، همه چیز خیلی عادی بود، من با نورا تمرین میکردم، من اون پسری که با هم دیگه اون نقش، دوتا نقش اصلی رو در واقع بود بازی بکنیم تمرین میکردم، به موازاتش هم داشت سری خبر از فیلم، از پروسه این که یک همچین فیلمی داره ساخته میشه، دوتا چهره جدید، تاکید. من هر بار این روزنامه هایی که این خبر رو در می اومد و صبح مثلا داشتم میرفتم مدرسه میخوندم، زخم کردم، گفتم این چهره که دارم میگم منم. تا شروع شد دایرکت دادن اون آدم به من، حواست باشه، حواسم بهت هست، مثلا دیالوگای فیلم رو تو قالب اون کرکتر مرد بزرگ سال فیلم توی نوشتار گفتن. خب بیا تلگرام. یک حالتی هم بود، من چیزی هم نیست بگم من دفاعی میکنم از خودم، بحث اینا نیستش واقعا، یه حالتی هم بود که اصلا
حق میدم به خودم که گول بخورم، چون به هر حالم هیچی ها مستقیم یا مثلا تو اون پوزیشن تجاوزه یا مثلا وحشیانه که اتفاق نیفتاده بود در من به شخصه، یا خیلی از روایت ها که میشنویم و میدونیم کم کم پله پله ریز ریز پیش میاد، من متوجه شدم که اوکی، و از اون آلارمایی که میدادن مثل این که روی حقیقی دارد و وجود دارد، و خیلی ترسناک بود برای من که من با نورا داشتم تمرین میکردم مثلا چه شکلی داره میشه، به من مسیج میده. حتی یه بار یه پستی برای من توی دایرکت فرستاده بود، توی یه اتاقی من و اون پسره و نورا و خودمون آقا نشسته بودیم، گفتم اون دایرکت فرستادی او، متوجه شدم خب نه، یه قصه یواشکی وسطه، یک چیزی هست. تا مسیج رسید به تلگرام، سیکرت چت تلگرام، این که من این شکلی دارم با این ادبیات میگم، من پارسال یک نسخه کوتاه از 16 سالگیمو فیلمش رو ساختم که این شکلی برای من فصل بندی شده، الان میتونم اینجوری منسجم تعریفش بکنم. I was 16 years old. My entire happiness was based on the visions I had for my future. I always walked in my fantasies, almost as if I was always floating 10 centimeters above the ground. My feet chose anything but to walk on the grounds of reality. I was in love with acting. I was in love with writing. So naturally, I became overcome with joy when at the age of 16, I stepped in theater school. خورد به مسیج تلگرام، سیکرت چت، خب مشخص هم بود دیگه چرا سیکرت چت. پیش رفت مسیج، مسیج، مسیج. بریم دفتر. کی بریم دفتر؟ الان بریم دفتر. ساعت چند است؟ 4 صبح. من امتحان بازیگری داشتم، امتحان عملی بازیگری داشتم. چقدر عجیب، این همه سال گذشته من الان نشستم. خسته وار دارم میگم. بعد من به خانم بابام گفتم که من کار دارم، با بچه‌ها می‌خوام تمرین بکنی، منو زود ببرید. 5:30 بیدارش کردم، گفتم من رو برسه. گفت یعنی چی؟ مثلا 7 من همشون بردم مترو، من مترو اکیپاتا میرفتم تا مرکز شهر. گفتم نه، مترو هم اصلا اون ساعت نبود. گفتم من رو بذار دم ستارخان، من یک تاکسی میگیرم تا مدرسه، اون یه تیکش رو با تاکسی میرم. من رو گذاشتم ستارخان، تاکسی گرفتم و رفتم. و رفتم. خیلی پدر من روی من حساس بود، انقدری که اصلا نمیتونست، یعنی ندونه من کجام. توی هر ساعت منو با آژانس میفرستاد، با آژانس برمیگردون. دیگه یه شکلی شد احساسم میکردم که الان به گوشیه من زنگ میزنه. من رفتم دفتر، بالا سر من وایساد. انقدر لازمه واقعا با جزئیات روایت بکنم. خوبه. بالا سر من وایساد، نگاه نگاه. تو دفاعیه نمی کنی؟ نه، من روایتی رو دارم میگم، چون غیر از این دیتیل احساس میکنم که یک بار برای همیشه انگار باید همچین فرصتی پیش میومده دیگه. وایساد و همینجور نگاه نگاه اومد سمت هم، شروع کرد. من خیلی آدم شجاعی هستم که دارم این شکلی همچین چیزی رو روایت میکنم. شروع کرد به منو بوسیدن و بغل کردن، و چون دارم انقدر باز موضوع رو حرف میزنم، یک بار قبل ترش، قبل این نیمه شبی که دارم تعریف میکنم، بحث بکارت شد. چند نفر بودیم، همینجوری احساس میکنم که مثلا میخواست از زیر زبون من بشنوه، یا اصلا انگار متوجه بشه که من تو چه حالتی هستم. انگار گفتش که این روزا که اصلا کسی، هیچ دختری نیستش که پرده بکارت داشته باشه. بعد جویه گفت مثلا الان تو. گفتم نه، خب من در حال حاضر هستم. نه بگم خیلی پر رو بودم، نه مثلا خیلی خجالتی اینجور بودم که نه، من در حال حاضر هنوز باکره هستم. با علم بر این موضوع این آدم شروع کرد به من نزدیک شدن، و گوشی من زنگ خورد و پدرم بود. همونو بود، ترس و هول و بله اومدم اینو گفتم تو راه هم دارم میرم سمت مدرسه، و زود با هم میومدم دیگه، اما که درست میکردم مثلا به دروغ، از ترس اینکه مبادا من اون نه رو بگم و نقشه دستم بره و نتونم اون نقشه رویایی اون
حالتی که از ستاره شدن خودم داشتم، روزها و شبها تصور میکردم، اون چشایی که اونقدر سنگین و غرورآمیز داشت به جهان نگاه میکرد و از خودم میخواهد دست به ادامه دریق کنم. رفتم مدرسه، زدیدم خودم رسیدم، اینقدر زود رسیدم که نه مدرسه باز نبود و من هیچی از اون امتحان عملی که واسه مدرسه شد، اون مونولوگی که قرار بود اجرا بکنم و حفظم بودم، شروع کردم باید عدم تمرکز زیادی همینجوری ذره الکی الکی خوندن. توجیه هم میتونی خوبه که مثلا سر کارم دیگه، سر پروژم فرصت نکردم واسه امتحان آماده بشم. از اونجا قصه شروع شد. اینم بگم اون این صبحی که من دارم میگم گذشت و منی که هر روز میرفتم دفتر، ببین چقدر میتونه استرس به من وارد بشه، من به مدت 10 روز تمرینام استوب شد، یعنی اصلا سابقه نداشت توی اون 3 ماه پیشش. 10 روز تمرینای من استوب شد و من 1001 فکر و وحشت اومد توی سرم که چه اتفاقی میتونه بیفته که این پروژه استوب بشه، یعنی کسی متوجه شده این آدمه واسه اینکه شاید به اون مقصدش و به اون هدفی که تو ذهنش بوده نرسیده، پس منو حذف کردن، پس حتما یکی دیگه انتخاب شده، یعنی همه اینها اومده بود سراغم و من بعدها مطمئن نیستم ولی 99% میگم که احساس میکنم چیدمان بود، یعنی یک استراتژی بود که شاید همون ترس و هول و ولایه به جون من بیفته. 10 روز از پروژه بیخبر فقط من از دستیار پی تمرینا رو میگرفتم، میگفتش که حالا فعلا دفتر داریم جابجا میکنیم این ورون و خونه مختلف، من هیچ کاری نمیتونستم بکنم، یعنی حتی موضوعی هم نبود که من با کسی راجبش حرف بزنم بگم اوکی مثلا من اشتباه کردم شاید اون صبح رفتم یا هر چیزی که بخوام. به هر حال آدمیزاد خودش برمیگرده دیگه، میگه من چی کار کردم، چه اتفاقی افتاده. بعد 10 روز زنگ زدن گفتن که بیاین تمرین شروع شده و میگم هیچ وقت نفهمیدم اون وقفه چرا افتاده بود و بیاین سر تمرین. من گفتم خب اوکی، پس حتما متوجه شد دیگه، خب تو پدر منو دیدی، تو میدونی چه فضایی حاکمه به من، چقدر استرس وجود داره، میدونی هم اتفاقا به خاطر همین نقطه که من چقدر این نقشه رو دوست دارم، چقدر ممکنه که اصلا هیچ چیز رو نبینم به جز اینکه بخوام من بازیگر شم و این نقش رو بازی بکنم. گفتم اوکی، بعد حتما دیگه تموم شد، آخشون خدا رو شکر گذشت، بریم دیگه، بریم سر تمرینمونم. یه اتفاقی بود، یه نوع چیزایی برام الان داره باز میشه الان که دارم صحبتش میکنم، شخ نشستم با خودم تنهایی حرفشو بزنم. ولی دیدم نه، خب این قصه ادامه دارد و من چاره ای ندارم، یا شاید به مدلی که آدم ها ممکنه من سراغ داشته باشن به قول شما یاقی، یا بزنم زیر میز نه نمیخوام اینا، بیام بیرون از پروژه و شاید مثلا بخوام اعلام بکنم به کسی، یا بمونم، یعنی اون حالت رو قبول بکنم، اون حالت یواشکی امتداد این قصه و این رابطه رو بخوام قبول بکنم که بازیگر اون فیلم و بازیگر اون نقش بمونم. گذشت، این قرارها ادامه داشت، ولی دیگه مثلا اینجور شده بود که قبل و بعد تمرین، یعنی یه جایی به بعد نورا باردار شدش و سر تمرین نیمد و شد من و این آقا و تمرین های اون فیلم نامه، یعنی سکانس هایی که من مثلا دیگه هزاران بار خونده بودمش و حفظ بودمش و میگم با جزئیات میگم که اصلا دقیقا شکلش مشخص بشه، چون من موقعی که گفتم به روح و جسم من آسیب خورده، من مراقبه این قصه بودم که بکارت من از دست نره و بکارت من توی اون دوران از دست نرفت، ولی این آدم با نزدیک کردن خودش به من، ببخشید خودش رو ارضا میکرد و این یک بار روانی وحشتناک، یک تصویر وحشتناک برای من که هیچ رابطه ای تا اون دوران نداشتم داشت که دیگه هیچ ساختمونی تو ذهن من هیچ وقت انگار ساخته نشد از این قصه که رابطه ای درست شد. رابطه اصلا چه شکلیه؟ یعنی قبلش خب یعنی همبستری داشتید یا نداشتید؟ ایشون ارضا میشد، من نزد، یعنی نزدیک اتفاق اصلی نمی افتاد در واقع، ولی خب دست و اتفاقای این شکلی بود دیگه و طول کشید، یعنی این چیزی که براتون میگم دی ماهه، دی شد بهمن شد اسفند،
یک بار احساسی هم ایجاد کرده بود که احساسی وسطه و من اصلا نمیفهمیدم چه شکلیه، یعنی خوشبختانه یا متاسفانه، یعنی شاید اگه نورا ممتد سر اون تمرین ها میموند یه شکل دیگه ای میشد، نبود که من مثلا بتونم پشت اون آدم قایم شم، چون خود توی اون جلسه ها دیگه سر تمرین ها نبود، منم گم کرده بودم خودمو، نمیفهمیدم دقیقا چه اتفاقی داره میفته، فقط میدونستم یک قصه یواشکی در جریان دیگه که هیچ گریزی هم ازش نیست، من چه شکلی میتونم مثلا یهو یک روز به این آدمه بگم نه نزدیک من نشو یا من سر تمرین نمیام؟ چرا به نورا نمیگفتی؟ نمیشد، هیچ راهی وجود نداشت. چون کارت از دست میدادی؟ نه اصلا زبون اینو چه شکلی من میگفتم؟ چند بار با خودم فکر کردم که مثلا اوکی به دستیارش بگم یا مثلا برم به تایید کننده بگم یا به زن تایید کننده بگم، ولی میگم واقعا هم آدم پررویی نبودم، شاید اگه یه ذره زبون درازی داشتم شاید همچین چیزی پیش می اومد، گرچه وقتی اون حالت انتخاب شدن هست و کاملا موضوع ضعفه، هیچ سلاحی نداری واسه اینکه بتونی خودت دفاع بکنی، حالا روایت که هیچی، یعنی تو قدم اول اصلا نذاریم آدم به نزدیک بشه. تا اسفند همون سال، همون اسفند 94 بود، همچنان تمرینای ما ادامه داشت، 2 ساعت 3 ساعت تمرین و خدافظ. من باز میرفتم خونه با یک جهان گم، یه خبرهایی هم میومد که پروژه اصلا اوضاع مالیش خوب نیست، یعنی ته دلم هم انگار این بودش که نکنه تمام اون تصویرهایی که من اصلا نه معلمای مثلا غیر این حرفم، معلمای خود این حرفم هم انگار حس میکردن، مشخص بود، حالتی شده بودم که حتما شده بودم، من میکشتن کنار، خوبی؟ مثلا تو این شکلی نبودی، ساده یه گوشی میرفتی، چرا افسرده شدی؟ چرا اصلا مثلا ریاکشن های مختلف، شاید یه جای بلند بلند میخندیدم، یه جا حالاتی که میتونم بگم فقط عادی نبود رو ازم میدیدن و من بعدها اینجور بودم بابا این بیچاره ها حدس میزدن، به زبون مستقیم و غیر مستقیم میگفتن که بچه ها مراقب خودتون باش، به در میگفتن دیوار باشید، مثلا نمیگفتن ریحانه تو که الان داری سر کار میری مراقب خودت باش، مراقب خودتون باشید، چه اتفاقی میتونه سر این پروژه بیفته. و میگم اصلا من به صمیمیترین دوستم نمیتونستم همچین چیزی رو بگم، برای خودم شرم داشت اون حالت، چرا باید این اتفاق میفتاد که من تو کجا اتفاق میفتاد؟ دفتر، سر تمرین، تایم های تمرین، تا اسفند، اواخر اسفند تقریبا بعد چهارشنبه سوری اینطورا که یک بار گفتن که خب ما میخواییم دیگه فروردین فیلم برداری بکنیم، اصرار هم داشتن که من لاغر بشم، کلن تو کل اون پروسا میگفتن اوکی وزنت رو کم کنی، اصلا خودش یه بار روانی شده بود، اصلا باعث میشد من وزنم کم نشه از سر اون استرسی که داشتم، لاغر کن، یعنی بگم اولا که حرفشون این بودش که، یعنی منطقشون این بودش که من آقای اسعدیم، هیچ وقت احساس نکن که نزدیکی، شما فعلت شما باشه، و نمیتونم بگم چقدر تحقیر، یعنی از تحقیر ظاهری بگیری، تحقیر لحنی بگیری، مسخره کنه، خوردم کنه، کوچیکم کنه، به هر حال شرایط زندگی من جوری نبود که من آدم خیلی با اعتماد به نفسی بودم، یعنی از اون حالتی که اعتماد به نفس و عزت نفس من به صفر رسیده بود، نهایت استفادهش از اون حالت شد برای اون آدم، و برای من هر لحظهش خودخوری و تو خودم رفتن و فشار. تا آخرین بار، یعنی تایمای تمرین جوری بودش که ما مثلا میرفتیم یه اتاقی بالا تمرین مثلا میکردیم، علم علم اینجوری دیالوگا رو میخوند، مثلا دیالوگای اون نقش مقابل، بعد مثلا خیلی فضا عجیب و دارک بود به شدت، مثلا من از در اتاق میومدم بیرون مشخص بود دیگه، هر آدم عاقل و بالغی منو میدید متوجه میشد حالتم عادی نیست، یا مثلا داشتم گیری میشدم میومد بالای سرم تو آینه گیریم با همین ساعت هی دست به شونه هام جلو، مثلا آدمو هیچ دفاعی نمیتونستم از خودم بکنم، واقعا بی دست و پا شده بودم، شاید اگه یه ذره قبلش یه ذره پررو بودم یه ذره
یه ذره حالتی داشتم که مثلا شاید دست و پا دارم، یعنی اونم اینجوری خموش خمیده شده بود که فقط گفتم اوکی 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 میگذره، این فیلم تموم میشه و میگذره. و اون سختش کجا شد؟ با همه اینا که من به جون خریدم گفتم بذار بره دیگه، میگفتن این شکلیه دیگه، آره این شکلیه. یک بار تمرین مثلا بعد از ظهر اینطورا بود، گفتش که تمرین شبه دیگه، هم دستیارش به من نگو، خودش گفت شب بیا تمرین دیگه. اصلا اصطلاح تمرینه دیگه مشخص بود چه حالت داره، فکر کنم آره اولین بار یه نفر به فارسی داره اینقدر با دیتیل همچین چیزی رو روایت میکنه. شب من رفتم دفتر نشون به اونشون که چون یادشون، من بعدا باشون صحبت کردم، تهیه کننده و زنش دفتر بودن و من تو سرما وایساده بودم دم در که اینا برن که من برم دفتر. و اون شد آخرین باری که توی اون دوران من این آدم رو دیدم، چون دیگه بعدش فروردین دوباره هی فیلم برای عقب میافتاد عقب میافتاد، شروع کردن به برداشت کردن و به شکل عجیبی، یعنی فیلم هیچ وقت کامل ساخته نشد ولی از من برداشتم شده. من استند بای اون پایین آفیش بودم، قرارم بود بریم شمال بخشش رو فیلم برداری بکنیم، چمدونم آماده دمه در که من یه روزی قرار همین روزا آماده شیم بریم شمال فیلم برداری برای مثلا این سکانس این سکانس. 10-11 روز فیلم برداری کردن، من آفیش نشدم تا استوب شد، نوشتن که فیلم برداری فعلا یک هفته دو هفته به تعویق افتاد تا ببینیم چی میشه. و خب من مدرسه دیدم دیگه اواخر اصلا مدرسه نمیرفتم، یه نامه بودش داده بودم به مدرسه که این سر پروژه ماه و اصلا درس هم نمیخوندم، یعنی خدا نگهدار رو من سر کارم و این بخشش انقدر بخش پنهان و یواشکی و مخفی بود در واقع که اون ور موضوع برای من اینجور بودش که جور این راهه، این راهشه، این رو این پیه این موضوع رو به تنت بمال، یعنی یه حالت این شکلی هم برام پیش اومده بود. تا دیدم پروژه استوب شده دوباره زر شخکام تیز شد، خب نه اصلا انگار پروژه‌ای قرار نیست پیش بیاد، این توزه داشت برام روشن میشد اصلا چه اتفاقی افتاده. زنگ زدم به نورا گفتم چی شده، من مدرسه هم چیکار کنم چون من به هر حال امتحانامو باید بدم. گفت تو فعلا مدرسه تو برو تا ببینیم چی میشه. جهان رو سرم خراب شد، گفتم این همه اتفاق، این همه فشار، من همه اینا رو به جون خریدم، پروژه هم نیست، اصلا فیلم ساخته نشد. دوم اردیبهشت بود، هیچ کاری نمیتونستم، یه حتی نمیتونستم به یکی حرف بزنم، جیب بزنم، هیچی، یعنی نشستم یه گوشه، دو سال نشستم همون گوشه، تکون نمیخوردم از جام، یعنی بدترین تأثیر رو واقعا روی نمیدونم، شاید تم افسردگی داشتم، ولی اون فشار و سکوتی که دیگه اصلا به ذهن حوصله کاری نداشتم، دیگه دوستی نداشتم مثلا برم باش کافه بشینم. ای بای خیلی سخت گذشت، خیلی سخت گذشت، چون که هیچی نمیدیدم برای خودم، به زور فقط یه ذره همجور الکی الکی درسامو خوندم، تو با چه روی من برم پیش همون دوستام که داد دیروز میگفتن وای تو داری میری بازیگر بشی، الان بگم چی؟ همه این اتفاق افتاد، هیچی هم نشد، نمیفهمیدم باید درست در این ریاکشنم چیه. من خیلی به خدا باور دارم، خدا کمکم کرد از اون، یعنی نیفتادم، از پا نیفتادم، و دقیقش اینه که روزهام شب میشد، هیچ کاری نمیکردم، عملا هیچ کاری نمیکردم، گوشه اتاق دراز میکشیدم، میرفتم دستشوی غذا میخوردم، دوباره میمدم میخوابیدم، فکر میکردم. امتحانامو دادم، سال این اتفاقی که این سال سومش بود، دومو خونده بودم، سال سوم بود درسم هم تموم شد، یعنی من حتی گوشه ذهنم رو نداشتم که بگم باشه حالا فعلا دارم تئاتر میخونم تا ببینم چی شه، روزنه امیدی باشه که راهی باز میشه، مثلا این اتفاقم از سر گذشت. پروژه هیچ وقت ساخته نشد، استوب، ولی با این تفاوت که هفته یه بار، ده روز یه بار با من ویدیو کال میکرد و همچنان خودش رو ارضا میکرد پشت ویدیو کال و من میگفت به ابرات دست نزن، سرمایه گذار جور شده،
پروژه داره راه میفته، تابستون اب نداره، ما زمستون رو یه جور میگیریم، یه کاری میکنیم، پروژه راه میفته. اونجوری یعنی اوکی، یک نه مطلق آدم میشنوه، ته تهش به پذیرشی میرسه، میگه تموم شد. نه اینکه هی من باز موندم اون چمدونه گوشه اتاق تا چند ماه من لباسام از توش در نمیومدم، نه این لباسام واسه فیلم برداری، من قرار برم سر کار. تا بعد دیگه یه جو گذشت، گفتم من نمیشم اینجوری بشنم هیچ کاری نکنم، ترسناک میشه. به هر حال نمیتونستم جلو بابام کوتاه بیام، نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده. گفتم من میرم پیش میخونم، میرم پیش هنر میخونم، حداقل یه ذره سرم گرم شه. به زور اصلا حوصله نداشتم، خودم مجبور کردم رفتم یه مدرسه عادی، هنرستان عادی، یعنی دیگه سوره نموندم، پیش هنر خوندم. یادش روی چند تا دوستان یادش روی میدهی، من هر روز صبح زود میرفتم مدرسه، میشستم با زبان، مثلا اون حالت خوابی که داشتم میرفتم سر کلاس میخوابیدم، فکر میکردم چی میشه. من تا سال پیش گفتم میخوام برم فستیوال، چی بپوشم واسه فستیوال، این نقشه رو بازی میکنم، نقشه هزار تا قابلیت داره، هزار جور من میتونم. بعد تصویرهایی که خودشون به من میدادن اینه، میری ستاره میشی، این اتفاق برات میفته، همه دنبالت. یه روز مثلا فریدون جیرانی اومده بود دفتر واسه یکی از فیلماش، شنیده بود، میگم اینقدر گفتن چهره جدید، گفته بود این چهره جدیدتون رو بذارم ببینم، در پشتی من فرستادن بره که مبادا اصلا کسی منو ببینه، تو رو ما آوردیم، ما خودمون فقط با خودمون میتونی کار بکنی. حتی دستیار خودش منو یه بار به یه پروژه معرفی کرد، یک دعوایی چند ماه بعدش پاییز اینطوره، سال بعدش بود، با دستیارش رو انداخت که تو اصلا به چه اجازه اینو به پروژه معرفی کردی؟ این اصلا بازیگر نیست، من آورده بودمش، انتخابش کرده بودیم فیلم منو بازی کنه. کی گفته این بازیگر تو واسه چی برداشتی به یکی معرفیش کردی که بره بازی بکنه؟ حتی اون موقع یادم سر دستیارایی که من میشناختم زنگ می‌زدن سر پروژه‌های مختلف دیگه. رسول صدراملی برای یکی از فیلم‌هاش دختر نوچهره در واقع می‌خواست، اونم دستیارش من صدا که من بعدا متوجه شدم به دستیار اونم زنگ زده که اینو انتخاب نکنید دایی، این دختره که الان اومده اونجا انتخابش نکنید. تا پیش من تموم شد به زور مثلا با همش نمره‌ای کردم که صرفاً همون پیش دانشگاهی گذروندم. بعد دیدم خب نه، اصلا من نمیتونم خودم گول بزنم، یعنی که من از اون قصه گذشته بود دیگه، پذیرفته بودم هم که فیلم تموم شد باشه، یه زخمی بود که گذشت، هی باید سر پا میموندم. تا همین الانش همینم، هر اتفاقی میفته میگم پاشو آفتاب میاد، روز میشه و تو یک بار دیگه فرصت داری زندگی بکنی. به این فلسفه رسیدم در حال حاضر تو طول این دوران. گفتم ولش کن بی خیال، دانشگاه هم نمیخواد، دارم بازیگری میخوام، باز خودم رو گول بزنم، پس فردا دوباره همچین اتفاقی بیفته. چشم ترسیده بود به شدت. رفتم کافه کار کردم یک دو ماهی تقریبا، دو ماه و نیم داشتم کار میکردم. سختم بود برام بپذیرم که اوکی، تو الان بازیگر نشدی، بازیگر نیستی و یک پوزیشن دیگه رو تو جامعه شاید داری انتخاب میکنی. ولی با همه اینا البته بگم جایی رو انتخاب کردم واسه کار کردن که جلو چشم کلاس بازیگری بود. صابر عبر یک جایی رو تأسیس کرده بود برای بازیگری که پایینش یک کافه داشت، اونجا رو در واقع انتخاب کردم واسه کار کردن. یه نوعی خوب بود، یه نوعی بد بود، یعنی با یه فاصله کمی از اون چیزهایی که دوست داشتم جلو چشم بچه ها بازیگری میخوندن و کار میکردن. ولی خب به هر حال ته ذهنم اینجور بودم باز از فضا دور نشم دیگه، این شاید این حالتش سیف داره، همینجوری یه گوشه بر خودم دارم زندگی میکنم. تا اینکه یکی از دوستام که مجری گریم جلالدین معیریان بود سر همون فیلمه که میگم اسمش سال تحویل بود، اون فیلم از اونجا منو میشناخت، زنگ زد به من گفتش که یکی از دوستام داره یک سریالی میسازه که بازیگر دخترشون رفته، یک کاری داشته که کار خواب بوده، الان دوباره میخوان بگیرنش، بازیگرشون ندارن، شبونه دارن دنبال بازیگری میگردن که بخوان این نقشه رو بازی کنه، نقش اصلی هم هست، فقط من بهشون گفتم که تو کوچیکی نقش بچه داره، حالا من دو سه تا از عکساتو فرستادم براشون، باز خودت براشون عکس بفرست ببین چه شکلیه. با توجه به اون ذهنیتی که اون پروژه و آدم‌ها من داده بودن، تلویزیون اخه پیفه نه فلان اینا، گفتم من
بعد یک میریزم این باور رو دیگه، چرا من الان نبیارم تو کارم؟ گفتم باشه، به خودم گفتم این کار رو انجام میدم. عکسام فرستادم براشون، تا فرداش خبری نشد شروع کردم خودم سرزنش کردن که اصلا تو چرا برداشت عکس فرستادی، بیا. هیچ خبری هم نشد. رفتم کافه، 3 تا 9 شب من کار میکردم. ساعت 7 این طورا به من زنگ زدن که میتونی الان بیای دفتر؟ گفتم آره، فقط من الان سر کارم. گفت ما هستیم ولی بیا الان خودتو برسون. ریحان اگه موافق هستی همینجا نگه داریم، بقیهش بذاریم برای قسمت بعدی. بله. با ما همراه باشید در وقت دیگر، برنامه دیگر. سلام، نورا هاشمی هستم، امیدوارم که سلامتیتون برقرار باشه. در مورد اتفاقی که اخیراً فضای مجازی رو پر کرده، لازم دونستم که یه چند تا نکته رو بهش اشاره کنم. نکته اول اینه که همینطور که خودتون بهتر از من مطلع هستین، این اخبار خیلی بیشتر و زودتر از همه به دست خود من رسیده و بنابراین به نظرم لزومی نداره که هی این اخبار رو هی برای من بفرستین با دایرکت با پیغام. یعنی محبت کنید این کار رو نکنین، فکر میکنم بهتر باشه. و نکته دوم اینه که من سالهاست جدا شدم و به دلایل شخصی لزومی ندیدم که این مسئله پخش بشه و رسانه‌ای بشه. از خبرهایی که به گوشم رسیده بسیار متأثر و متأسفم و آرزو میکنم هر آنچه عدل و حق اتفاق بیفته. و نکته آخر این که به نظرم درست نیست به واسطه این اتفاقی که افتاده و به من و پسرم هیچ ربطی نداره و همینطور به پدر و مادرم واقعا مربوط نیست، به همون بی احترامی بشه، مورد لعن و نفرین واقع بشیم و بخواد بدخواهی برامون اتفاق بیفته، توهین به همون بشه و اینطوری. ممنونم از وقتی که گذاشتی. متشکرم. به محض اینکه پخش شد من از در خونه دقیقاً همیشه میگفتن، نمیدونستم اینقدر واقعه. از در خونه رفتم بیرون، همسایه روبروی از در اومد بیرون، من جینا کرد دونه دونه رفتم خیابون پیجم هی میرفت بالا، هی میرفت بالا و زنده شد اون تصویری که اون چند سال تلاش میکردم بشود. از پدرم فرار کردم. اینی که میگیم 24 ساعت بود، یعنی من تو اون لایوی که اینو برداشتم چون گفتم یا الان این کار میکنی یا میکنی، هیچ راهی نداره. دلم تنگ شده بود واسه خونم. یه حالتی بودم که اصلا میگفتم زنونگیت رو پنهون بکن که اون اتفاق دیگه نیفته. یه همچین حالتی رو گرفته بودم و از قضا کمکم که یه همیشه مثلا همین که این آدم من درخواست کردم ازش که بیاد، شروع کرد خود آدم به من گیر دادن و من دوباره اینجور بودم خب الان من باید بمونم یا به ایکس باج بدم یا این یا چی در ازای چی. تو مثلا نمیخوام بازیگر باشم از همون جنون از اینجور دوره شو. من اسمم گذاشتم دیوانه، گفتم آقا من دیوانم. اوکی. چرا یه دفعه یه نفر باید بکنه یا آقا من کلن میخوام بکنم بذارم برم؟ Tapish.